بچه سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. یکی دیگه از جلسات آموزش پکیج طراحی داخلی، دکوراسیون داخلی و اجرا رو با هم شروع میکنیم. من این جلسه یه سری دستورات کوچیک راجع به نرم افزار فتوشاپ بهتون میگم و دیگه جلسه بعد شما میتونید خیلی راحت تمرین بکنیم و آبجکت ها رو کنار همدیگه قرار بدین تا به سبکا مسلط بشین، سبکا کامل براتون جا بیفته. بچه این آموزش کامل فتوشاپ نیست، اگر که حس کردین بیشتر از این چیزی که من میگم نیاز دارین خب باید فتوشاپ رو آموزش ببینید، ولی خب من یه سری دستورات کلی رو بهتون میگم که فقط بتونین عکس‌ها رو کنار هم دیگه قرار بدین توی این نرم افزار، وگرنه بیشترش اگه حس کردین نیاز دارین که دیگه باید آموزش فتوشاپ رو ببینین، توی سایت توضیحاتش هست و اگر حس کردین نیازه میتونین تهیه بکنین، یا از ما هم نخواستین تهیه بکنین از هر آموزش دیگه‌ای که خواستین میتونین تهیه بکنین، ولی من حس میکنم فتوشاپ رو به هر حال نیاز دارین، مخصوصا تا چند وقت دیگه. اصلا یه طراح به غیر از نرم افزارهای مخصوص معماری، فتوشاپ خودتون دارین میبینین که چقدر من خودم حالا توی این آموزش از فتوشاپ استفاده میکنم، لازمش نیست ولی خب من حس میکنم که کارتون خیلی راحت تر میشه با نرم افزار فتوشاپ و میتونی ارائه بیشتری داشته باشین حتی با عکس. خب کار شروع میکنیم. برای باز کردن یه عکس من میام توی بخش فایل، اینجا نیو رو که بزنم این صفحه برای من باز میشه. من میتونم سایز تعیین بکنم، مثلا من 1920 در 1080 پیکسل رو اینجا که بزنم، کرییتو که بزنم، دیگه با تنظیماتش خیلی کاری ندارم، کرییتو که بزنم یه صفحه جدید اینجا برای من باز میکنه. ببینید اینجا من کلیک که بکنم بیارمش پایین، ببینید این صفحه رو میتونم جدا بکنم، اینجا یه صفحه دارم، اینجا یه صفحه دیگه. خب این صفحه‌ای که تازه باز کرده بودم رو بستم، الان رو همون صفحه قبلی دارم کار میکنم. حالا میخوام عکس وارد بکنم، این فولدر عکسای منه اینجا که آبجکت ها هست. مثلا من میام توی بخش آواژور، اینجا دوتا آواژور دارم، میام این آواژور رو فرزن وارد میکنم. من تفاوت عکسای PNG و JPEG رو اول بهتون بگم. این رو من میگیرم، کلیک میکنم، میکشمش، میندازمش تو صفحه فتوشاپ خودم، آلت رو نگه میدارم همینجا. ببینید وقتی که این فعال هست، اگر که میخواین حالا این کادر دورش برای کوچیک بزرگ کردن و اسکیل کردنشه، اگر که همین سایز مناسب بود اینتر رو شما میزنین، اینجا اینتر رو میزنین و میتونین کلیک بکنین جابجاش بکنین. اما اگر که حس کردین سایزش باید بزرگ و کوچیک بشه، تو همون حالت، حالا اگر که از اون حالت ترانسفورمر یا همون حرکت خارج شدین، کنترل تی رو میزنین، ببینید این جهت ها دوباره فعال میشه. من برای اینکه اینو کوچیک بزرگ بکنم، اگر که ببینید هر گوشش رو بگیرم اینجا برای من کوچیک بزرگ میشه، اسکیلش تغییر نمیکنه. بستگی به ورژن فتوشاپ هم داره، من 2020 دارم استفاده میکنم. اگر که از بغل بگیرم یا از بالا بگیرم، ببین اسکیلش به هم نمیخوره. اگه شیفت رو نگه دارم این اسکیلش به هم میخوره. الان شیفت رو نگه داشتم و این اسکیلش به هم خورد. حالا اگر که بخوام از مرکز این بزرگ بشه، آلت رو نگه میدارم، ببینی این الان از مرکز داره برای من بزرگ و کوچیکش میکنه، از مرکز خود عکس. ببینی الان آلتو نگه داشتم، آلتو که رها بکنم ببینید از یه گوشه اینو برای من کوچیک بزرگ میکنه. خب حالا تفاوت عکس JPEG و PNG رو بهتون بگم. این عکسی که ما وارد میکنیم خب این یه لایه است دیگه، این الان یه لایه جداگونه است، اینجا به رنگ توسی روشن هست، یه لایه جداگونه است. من بک‌گراندش رو آف میکنم، ببینید عکسی که پس زمینه داشته باشه خب بهش میگن در واقع JPEG و عکسی که پس زمینه شما برداریم PNG میشه. این یه تعریف کلی و ساده است برای اینکه درک بکنی، وگرنه خب JPEG و PNG توضیحشون خیلی مفصل تر از این چیزاست. من میام این عکس رو مثلا میخوام 4 تا آبجکت رو با هم ترکیب بکنم، ببینین مثلا اینجا آینه میارم، اینتر، دوباره فرضاً یه صندلی میارم. این عکس الان PNG ببینید بک سفید نداره. اینتر دیگه یه کنسول میارم. این کنسول هم ببینید PNG. من برای اینکه بخوام این عکس‌ها رو کنار هم دیگه استفاده بکنم حالا با یه بک‌گراند سفید، الان این بک‌گراند سفیده، اگر بخوام روی این بک‌گراند مثلا با یه بک‌گراند سفید اینا رو با هم ترکیب بکنم، خب مثلا اگر که فرضاً آینه رو بخوام بیارم اینجا کنار این بذارم، ببینید این قسمت، حالا من با براش میکشم که بهتر مشخص بشه، روی بک‌گراند نمیکشم، یه لایه جدید اینجا باز میکنم. ببینید تمام دستورا رو من سعی میکنم اینجا کرییت نیو لیر رو میزنم، یه لایه باز میشه، اینو میارم بالا، اوکی، اینو میذارم رنگ قرمز. بچه من خیلی سریع دارم توضیح میدم، شاید لازم باشه چند بار این آموزش رو ببینید، ولی خب وقتی دیدین دیگه راحت میتونید عکس‌ها رو با هم دیگه ترکیب کنید. ببینید این قسمت، این الان جلوی این آباژور ایستاده رو گرفته دیگه، یا همین فلور لمپ منو گرفته، من اینو نمیخوام، این بکش رو هاید میکنم، با این چشمه میتونیم لایه ها رو هاید آن هاید بکنیم. اینو چشمه رو برمیدارم، من میخوام این قسمت سفید دیلیت بشه، میام با استفاده از این ابزار، خوب دقت کنید، ماجیک وند تول، روش یه بار کلیک میکنم. اگر که نگه دارم ببینید دوتا در واقع دستور هست، یکی کویک سلکشن توله، یکی ماجیک وند توله. من با همین ماجیک وند تول کویک سلکشن تولو که بزنم باید کلیک کنم، اینجوری نگه دارم، اون قسمت هایی که میخوام ببینی سلکت میشه برای من، اوکی، ببینی این قسمت ها رو برای من سلکت کرد. کنترل دی رو میزنم اینجا که دی سلکت بشه، کنترل دی رو الان زدم، دی سلکت شد. حالا دوباره میام اینجا ماجیک وند تول این بار انتخاب میکنم، روی این گزینه نگه دارین، این دوتا گزینه رو میبینیم، ماجیک وند تول انتخاب میکنم، ماجیک وند تول یک کلیک که بکنم ببینی کلش رو انتخاب میکنه. حالا ما این بالا چند تا گزینه داریم، یکیش تولرانسه که حساسیت، مقدار حساسیت رو به ما نشون میده، اینو هرچی کمترش من بکنم خب حساسیتش بیشتر میشه. من دوباره کنترل دی رو میزنم که از حالت سلک خارج بشه. اینجا چون خب رنگ سفیده، من هر چقدر حالا این تولرانس رو کمتر یا بیشتر بکنم فرق نمیکنه، بذارمش مثلا رو 140، دوباره کنترل دی دی سلکت، ببینید این 140 انقدر حساسیتش کم شد که اصلا کلش رو برای من انتخاب کرده، کل این قسمت برای من سلکت شده. دوباره کنترل دی دی سلکت، میام اینو کم میکنم، مثلا میذارم روی 70، ببینید دورش رو گرفت. من اینو روی 20 قرار میدم، این رو انتخاب میکنم. حالا میخوام این بک‌گراندش رو دیلیت بکنم دیگه، یعنی فقط آینه رو داشته باشم. دیلیت رو که بزنم این نمیذاره این کار رو بکنم، میگه که این دستورتون رو من برای تو انجام نمیدم، چون این حالت این آبجکتتون روی اسمارت آبجکت، روی حالت اسمارت آبجکت. اسمارت آبجکت یعنی تغییری روی خود آبجکت، ساختار آبجکت ما تو فتوشاپ ایجاد نمیکنه، روی لایه ما ایجاد نمیکنه. حالا چطور بفهمیم این در واقع لایه‌مون اسمارت آبجکت؟ این گزینه، این در واقع مربع توسی رو میبینید، این معلوم میکنه که لایه ما روی حالت اسمارت آبجکت هست یا نه. اول اینکه این ببینید، من چشمی رو که خاموش و روشن بکنم به من این آینه رو نشون میده و اگر خاموشش کنم هاید میکنه. حالا روشنش میکنم، دوباره کنترل دی دی سلکت، کلیک راست میکنم، از حالت اسمارت آبجکت اینو خارج میکنم. چجوری خارجش بکنم؟ با گزینه رسترایز لیر، اینو که کلیک بکنم این دیگه از حالت اسمارت آبجکت خارج میشه و هر تغییری که بخوایم رو ساختارش اینجا کوچیک بزرگ بچه‌ها میتونیم بکنیم اگر که اسمارت آبجکت باشه، ولی دیگه دیلیت نمیتونیم بکنیم، مگر اینکه حالا بهش ماسک بدیم که دیگه کامل تو دوره فتوشاپ من براتون توضیح دادم، اونا رو از صفر شروع شده آموزش فتوشاپ تا سطح پیشرفته. خب من میام این رو انتخاب میکنم، دوباره با استفاده از همین ابزار ماجیک وند تول انتخابش کردم بچه‌ها، الان میام ببینید دیلیتش میکنم، کنترل دی و دی سلکت، روی گزینه موو حتما باید کلیک بکنیم تا بخوام حرکتش بدیم. الان ببین من کنترل زد میزنم، ببینید ما دیلیت کردیم. من اگه بیام تو همین حالت حرکت بدم، یعنی الان سلکت هست همچنان. کنترل دی مثلا روی ابزار ماجیک وند تول کلیک کردم، این دیگه نمیتونم حرکتش بدم مگه اینکه یه سلکت بکنم، این سلکشنر رو بیام جاش رو تغییر بدم، وگرنه خودش رو نمیتونم حرکت بدم. حتما باید رو گزینه موو کلیک بکنم. خب حالا این آبجکت بیام سراغ این. یه نکته دیگر رو هم بهتون بگم. ببینید من رو هر کدوم از اینا که سلکت میکنم میگیره و جابجا میکنه برای من. چرا این کارو انجام میده؟ چون تیک اوتو سلکت فعال هست. سلکت کردن یعنی انتخاب کردن دیگه. این تیک اوتو یعنی وقتی فعال باشه اتوماتیک برای من سلکت رو انجام میده رو هر کدوم که بیام. ولی اگه تیکو بردارم ببینید دیگه اون لایه‌ای که قبلا سلکت کردم، مثلا من بیام این گوشه یه تصویر یا روی این صندلی هم کلیک بکنم، میبینید که این کنسول رو داره برای من حرکت میده. چرا؟ چون از قبل این لایه رو انتخاب کردم. حالا تو همین قسمت میام مثلا اینو انتخاب میکنم، همین آینه رو دوباره بیام روی ببخشید آواژ رو انتخاب کردم، بیام رو صندلی هم کلیک بکنم، این آواژ رو برای من حرکت میده چون تیک اوتو سلکتش اینجا غیر فعاله. دوباره اینو سلکت میکنم، مثلا میام این آواژ رو انتخاب. حالا میخوایم بک‌گراند اینم دیلیت بکنیم دیگه، میام دوباره ماجیک وند تول رو میزنم، این قسمت رو انتخاب کنم. ببینید این پایین رو نگرفت. چرا؟ چون که رنگش داره میره به سمت توسی. من باید حساسیت اینو عددش رو بیارم بالا که حساسیتش کمتر بشه، دقتش کمتر بشه. دقتش رو اگر بخوام کم بکنم باید این عدد رو زیاد بکنم، مثلا روی 90. کنترل دی رو میزنم، دی سلکت، دوباره سلکت میکنم. ببینین کلش رو گرفته. یه قسمت هایی از این بخش طلایی هم میبینیم که سلکت کرده. حالا من ببینم میتونم یه ذره دیگه اینو یه ذره کمش کنم که این قسمت های طلایی رو نگیره. ببینیم میشه. کنترل دی رو میزنم، اینو مثلا میارم روی 50. سلکت که بکنم به سمت چپ و راست که ببرم این کم و زیاد میشه. حتی میتونم انتخابش بکنم و بهش عدد بدم، مثلا روی 50 اینتر. خب حالا میام دوباره اینجا سلکت، ببینید رو 50 گرفت. یه ذره این قسمت ها رو سلکت کرد. این قسمت های سفیدم که کامل گرفت، یعنی من دیلیت رو اینجا بزنم. خب الان حالت اسمارت آبجکت، خارجش میکنم، رسترایز. دیلیت رو که بزنم ببینید این قسمت ها دیلیت کرده و به این شکل به من میده. حالا ما البته برای ترکیب آبجکت ها یه بک سفید کلا میذاریم دیگه، حالا اونش خیلی مهم نیست. پس شما یاد گرفتین الان که چطور بک‌گراند در واقع آبجکت ها رو دیلیت بکنید. حالا برای سیف کردنش ببینید اگر که اینجا مثلا اینو میخوایم سیو بکنیم، اگه اینجا فرمت PNG انتخاب نشه، این همچنان با بک‌گراند برای من عکس رو سیو میکنه، یعنی بک‌گراند شطرنجی مثلا میذاره و میاره تو عکس. ولی اگر که ما اینجا با PNG سیو بکنیم دیگه این بکی نداره دیگه، پشتش خالیه. یعنی شما وقتی وارد کادر میکنین، ابتدای آموزش هم براتون توضیح دادم دیگه، بکی عکس نداره، حتی بک‌گراند سفید هم نداره، هیچی پشتش نیست، فقط همین آواژ رو شما مثلا میبینید. پس اینو دقت کنید، اگر که بک نخواستین به شرطی که دیلیت کرده باشین خودتون، اون چیزایی که نیاز ندارین رو دیلیت کنین و سیو PNG بگیرین، این بدون بک‌گراند میگیره. اگر که سیو JPEG بگیرین، خب با بک‌گراند این عکس براتون سیو میشه. تفاوت JPEG و PNG هم که بهتون گفتم. اگرم حالا عکس JPEGی داشتین یا از پینترست یا سایت های دیگه آبجکت گرفتیم وارد کردیم، میتونیم به این روش بکش رو دیلیت بکنیم و آبجکت ها رو با هم ترکیب بکنیم. حالا این تا اینجا من مثلا اینا رو گفتم، این آبجکت مثلا یه سبکی رو من توضیح دادم، سبک‌ها رو دیگه. حالا تو ادامه بقیه سبک‌ها هم با هم کار میکنیم. مثلا من میخوام سبک مید سنتری مدرن رو الان آبجکتاشو با هم ترکیب کنم. این بک‌گراند رو فعال میکنم، اینجا یه بک سفید میخوایم دیگه. کنسول اینجا مثلا سایزش راضی نیستم، کنترل تی رو میزنم. اگر خواستم از مرکز بزرگ و کوچیک بشه، آلت رو نگه میدارم، به این شکل بزرگ و کوچیک میشه. اوکی، حالا فرضاً اینو میخوام بذارم کنارش، ببینی این سایزش مناسب هست یا نیست فرضاً کوچیک میخوام بزرگترش بکنم، دوباره کنترل تی و آلت نگه میدارم یه مقدار بزرگ میشه. حالا ببینید این الان پشت کنسول من قرار گرفته. مثلا میخوام اینو بذارم جلوی کنسول، باید بیارمش بالای لایه کنسول قرار بدم. لایه کنسول رو باید پیدا کنیم اینجا با این چشما من. آها این لایه کنسول باید بیارم بذارم بالای این لایه. ببینید اومد جلوی کنسول قرار گرفت. حالا فرضاً گیاه اینو وارد میکنم. ببینید این الان جلوی کنسوله. دوباره اینم بزرگ میکنم. ببین این مثلا خود به خود PNG بود. اوکی دوباره بک میکنم. فرضاً مبل میخوام وارد کنم، این مبل رو میارم، آلت رو نگه میدارم و سایزش رو کوچیک کنم. به این شکل شما میتونین پس آبجکت ها رو با همدیگه ترکیب بکنین و سبکای مختلف رو اینجا تمرین بکنین و نمونه کارتون رو داخل گروه حتما بذارین بچه، چون باید این سبکا تو ذهنتون جا بیفته، نه اینکه مثلا حالا خواستین سبک مید سنتری مدرن یه کاری رو بزنین، حالا چه با نرم افزار 3DsMax یا نرم افزارهای دیگه به کارفرما ارائه بدین، هی برگردین تو آموزش‌ها. اینقدر باید با این آبجکت ها بازی کنین، کنار همدیگه قرار بدین که کامل براتون جا بیفته. ما یه سری آبجکت رو براتون قرار میدیم، ولی خب بیشترش دیگه بچه‌ها خودتون باید بگردی. اگه یه سبکی رو نیاز داشتین آبجکتاش نبود، دیگه باید خودتون وقت بذاری اون آبجکت ها رو پیدا بکنی. ولی همین مقداری هم که ما آبجکت در اختیارتون میذاریم خیلی براش وقت گذاشتیم و خیلیاش PNG شده، بکش دیلیت شده، خیلیاش هم خب به همیشه گذاشتیم که خودتون این کار رو انجام بدین. حالا امیدوارم که این جلسه فتوشاپ براتون مفید باشه. مطمئنم که نیاز دارین، اگر که بخوام آبجکت رو با هم ترکیب بکنین نیاز دارین به این جلسه، ولی خب حتما باید خودتونم تمرین بکنین. مرسی که وقت گذاشتین، امیدوارم که موفق بشین.